به بخش اقتصادی خوش آمدید. وزارت زراعت و مالداری کشور برنامه ملی ترویج را در 7 ولایت آغاز کرده است. این برنامه در حوزه غرب کشور با حضور رئیسان اداره‌های زراعت 4 ولایت این حوزه به بررسی گرفته شده است. مقام‌های وزارت زراعت می‌گویند تقریباً 53 میلیون دلار برای تطبیق این برنامه در 7 ولایت در نظر گرفته شده است. مسئولان اداره‌های زراعت 4 ولایت حوزه غرب کشور نیازمندی‌های اساسی زراعتیشان را با وزارت زراعت شریک ساختند. محسن کریمی گزارش می‌دهد. مسئولان دولتی و دهقانان از 4 ولایت هرات، فراه، غور و بادغیس گرد هم آمدند تا اندوخته‌های زراعتیشان را با یکدیگر شریک سازند. وزارت زراعت برنامه ملی انکشاف زراعتی را در 7 بخش روی دست گرفته است که در گام نخست 7 ولایت را شامل این برنامه ساختند. مقام ها در این وزارت میگویند بیش از 50 میلیون دلار برای تطبیق این برنامه از سوی حکومت مصرف خواهد شد. مجموعه بودجه این برنامه 53 میلیون دلار می باشد. این پروژه به شکل ابتدایی برای مدت 6 سال در 3 ولایت که آلی به 7 ولایت انکشاف کرده تطبیق می‌گردد. رئیسان 4 ولایت حوزه غرب کشور هم نیازمندی های زراعتیشان را در این ورکشاپ هماهنگی ترویجی به وزارت پیشکش کردند. از لحاظ آب و هوا و زمین های زراعتی هر کدام از ولایت های حوزه غرب در قسمت کشت و زراعت نیازمندی های خاص خود را دارند. در بادغیس دهقانان مصروف مالداری و کشت گندمند. در غور علاقمندی به احداث باغ‌های مثمر زیاد است و در فرا تمرکز اصلی روی کشت گلخانه‌ای می باشد. نیازمندی اونده ولایت بادغیس به دو چیز تقسیم میشه، یکی مالداری میشه و یکی هم تولید گندم میشه. مالداری ما بیشتر رونق خیلی خوبی داره که ما نیازمندی اونده ما همی است که ضرورت واکسین ها است برای حیوانات. در ولایت فرا تمرکز بسیار زیاد ما که وجود داره فعلا که روزو باید کار شه و وزارت زراعت قویان حمایت مینه این پروگرامای ما را. موضوع کشت گلخانه‌ای، تولید سبزیجات در ولایت فرا، تولید و احداث باغات اوناب، باغداری خیلی رشد خوبی کرده. باغداری علاقمندی دیاغین بسیار زیاده. باغداری کچالو، کشت زعفران و گرین هاوس از جمله فعالیت‌های استراتژیک ولایت غوره. با این همه رئیسان 4 ولایت زون غرب کشور اندوخته هایشان را در این ورکشاپ با یکدیگر شریک ساختند. مسئولان اداره زراعت هرات میگویند این نخستین برنامه هماهنگی ترویجی در غرب کشور است. بنان هدف این برنامه تبادل تجارب و دستاوردها به منظور تطبیق برنامه های ملی وزارت زراعت می باشد. نتیجه چنین گردمایی ها باعث میشه که تمام دوستا تجارب خود خور با هم شریک بسازن و بعض خلاهایی هست که میتونن با استفاده از هماهنگی، میکانیزم هماهنگی زونی و این مشکلات ما فائق بیاییم، بخصوص مشکلات از قبیل موضوعات مارکت و میکانیزم های در قبال سرمایه گذاری و سکتور خصوصی. وزارت زراعت و مالداری کشور در این برنامه ملی انکشاف زراعتی روی 7 اولویت کار می کند که آبیاری، انکشاف تولید گندم، انکشاف باغداری، رشد مالداری، منابع طبیعی، اصلاحات اداری و تأمین مسئولیت غذایی می باشد. قرار است این برنامه ها در 7 ولایت کشور تطبیق گردد.